یکی از القاب مشهور آقای امام رضا علیه السلام زامن آهوه که ما هم تصاویر متفاوتی از این قضیه دیدیم و هم اشعار مختلفی نسبت بهش شنیدیم و داستانی که همه ما از کودکی نسبت به زامن آهو شدن امام رضا علیه السلام بلدیم اما بعد نیست بدونید این داستان سند نداره یعنی آقای امام رضا علیه السلام زامن آهو نیستن و این لقب دروغه نه تا آخر ویدیو با من همراه باش تا برات بگم داستانی که همه ما از بچگیمون نسبت به زامن آهو شدن آقا امام علیه السلام شنیدیم اینه که یه سیادی به قصد شکار میره تو بیابون یه آهوی رو میبینه دنبال آهو میکنه که اونو شکار بکنه آهو فرار میکنه یک مسیر قابل توجهی شکارچی و دنبال خودش میدونه تا اینکه میرسه به آقا علی ابن مسر رضا و خودش رو میندازه تو دامن امام رضا که همون حوالی حضور داشتن و به امام رضا پناه میبره سیاد میره آهو رو آهورو بگیره اما آقا امام رضا علیه السلام مانعش میشن سیاد که این آهو رو حق شرعی و قانونی خودش میدونسته پافشاری میکنه که بتونه آهو رو از امام رضا پس بگیره آقا امام رضا علیه السلام به سیاد میگن من حاضرم چند برابر پول این آهو رو به تو بدم این آهو رو رها بکنیم سیاد قبول نمیکنه میگه این آهو حق منه و من دنبال گرفتن حق خودم هم. طبق اون داستانی که ما از کودکی شنیدیم این آهو با امام رضا علیه السلام صحبت میکنه و میگه آقا جان من دو تا بچه دارم که اینها منتظرن تو لونه تا من برم بهشون شیر بدم علت فرار من از دست سیاد هم همین بوده شما هم که فقط امام انسان ها نیستید ولایت شما به همه مخلوقات عرضه شده بیایید و زمانت من رو بکنید من برم به بچه هم شیر بدم برمیگردم. آقا امام رضا علیه السلام هم زامن اون آهو میشن و خودشون به عنوان گروگان تا زمانی که آهو برگرده پیش اون شکارچی میمونند آهو میره و به سرعت که بچه هاشو شیر داد برمیگرده شکارچی که این وفای به عهد و این صحنه رو میبینه منقلب میشه و تازه اونجا میفهمه اون گرگان آقا علی ابن موسر رزاست فورا آهو رو آزاد میکنه خودش هم میفته دست و پای آقا امام رضا علیه السلام بر عذر خواهی آقا امام رضا علیه السلام هم یه مبلغ قابل توجهی بهش هدیه میدن و بهش وعده میدن که تو قیامت ما شفاعتت رو میکنیم اون آهو هم میره به سمت لونه خودش اما نسبت به این داستان دو تا نکته وجود داره نکته اول این که این داستان نسبت به امام رضا اصلا تو منابع شیعه وجود نداره بله شبیه این داستان نسبت به آقا رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم به امام سجاد علیه السلام هست اما این داستانی که شده منبع زامن آهو شدن امام رضا علیه السلام رو ما تو منابع پیدا نمی کنیم احتمالا این داستان هم جز اون دسته از قضایایی که بین عموم مردم رواج پیدا کرده بعد آروم آروم پخش شده و جا افتاده اما نکته دوم هم این که باز هم ما معتقدیم امام رضا علیه السلام زامن آهو هستند نه به خاطر یک داستان شاید عوامانه بلکه به خاطر روایت های صحیح و سندی که تو کتب معتبر شیعه مثل اویون و اخبار رضای شیخ صدوق نقل شده و ما قطعا و با دلیل میگیم اصل این فضیلت و این لقب برای امام رضا علیه السلام سند داره روایت اول اینه که حاکم رازی دوست خودش ابی جعفر اطبا رو میفرسته به عنوان پیک پیش ابو منصور ابن عبدالرزاق بعد نقل میکنه میگه روز پنجشنبه بود من از ابو منصور اجازه گرفتم برم زیارت آقا علی ابن موسر رزا ابو منصور منو نشوند گفت یه لحظه کارت دارم من موقعی که جوون بودم خیلی به امام رضا و به زوار امام رضا علاقه ای نداشتم و هر کس میخواست بیاد زیارت آقا علی ابن موسر رضا اموال و لباس ها و همه دارایش اون رو میدوزیدم و قارت میکردم یه روزی برای شکار رفته بودم بیرون یه سگ شکاری که آموزشش داده بودم رو فرستادم دنبال یه آهویی این آهو فرار کرد رفت و رفت تا رسید به دیوار حرم آقا علی ابن موسر به دیوار حرم امام رضا که پناه آورد سگ شکاری من قدم از قدم بر نداشت هرچی تلاش کردم این سگ رو بفرستم تا آهوی که جلوش وایستده رو بگیره اما سگ تکون نمیخورد آهو اگه چپ و راست فرار میکرد این سگ میرفت دنبالش اما همین که خودش رو به این دیوار تکیه میداد سگ دیگه تکون نمیخورد میگه تا این که دیدم این آهویی که به دیوار حرم امام رضا علیه السلام پناه آورده بود از یه سوراخی تو دیوار وارد یکی از اتاقهای حرم شد میگه من وارد سهن شدم اومدم تو حرم امام رضا هر چی نگاه کردم دیدم آهویی نیست از افرادی که همونجا کنار همون دیوار حضور داشتن سوال کردم گفتم شما آهو رو ندیدین گفتن چه آهوی اصلا از اینجا آهوی رد نشده میگه تعجب کردم من خودم آهو رو دیده بودم برگشتم اومدم کنار همون دیوار کنار همون سوراخ روی دیوار دیدم رد پای آهو وجود داره اما هیچ آهوی دیگه تو حرم امام رضا پیدا نشده فهمیدم این آهو به حرم آقا علی ابن موسر رضا پناه آورده و آقا زمانتش رو کرد میگه از اونجا بود که تصمیم گرفتم دیگه زوار آقا علی ابن رو اذیت نکنم دیگه دزدی و قارت نداشته باشم هر مشکلی هم که داشتن به آقا علی ابن موسر رضا پناه می آوردن. از خدا یه پسری میخواستم بچه‌دار بچه دار نمی گفتم یا امام رزا، یه بچه ای به ما عطا بکنید میگه سری خدا به من یه پسر داد پسرم تو یکی از جنگ ها کشته شد دوباره اومدم خدمت آقا امام رضا علیه السلام از ایشون یه پسر خواستم و خدا دوباره به من پسر داد پس اولا امام رضا علیه السلام زامن آهو هستن به خاطر روایت های متعددی که سند و راوی اون مورد تعییده مثلا شیخ صدوق همین روایتی که براتون خوندم رو اعتقاد و اعتماد به راوی های روایتش داره و جالبیش اینجاست همین روایت هم فقط در مورد زامن آهو شدن آقا علی ابن موسر رضا نیست علامه مجلسی نقل میکنه یه پسری بیماری دق داشت یعنی افسرده بود اتبا و طبیبا بهش گفته بودن برای اینکه افسردگیت خوب بشه باید بری سراغ تفریح و شکار روزی که این پسر سلطان زاده اومد برای شکار یه آهوی رو دید دنبال آهو کرد تا اینکه این آهو وارد حرم آقا علی ابن مصر رضا شد و به امام رضا علیه السلام پناه آورد این پسر پادشاه اومد وارد حرم شد نگاهی به گنبد و بارگاه علی ابن مصر رضا که کرد دید این آهو به علی ابن مصر رضا پناه آورده حاجتشو از امام رضا خواست گفت آقا جان یه چند وقتی یه بیماری افسردگی دارن شما کمکم بکنی یه چند روزی گذشت حالش خوب شد دگرگون شد بیماری افسردگی از بین رفت خبر داد به پدر پادشاهش دستور دادن اونجا اومدن حرم علی ابن موسر رزا رو بازسازی کرد و نکته دوم هم این که ممکنه براتون سوال بشه این ویدیو چه فایده ای داشت آقا امام رضا علیه السلام که زامن آهو هستن فقط اعتقاد و مبنای بچگی ما تغییر کرد که من تو جواب به شما میگم اگر شما از من طلبه اصل این لقب و این فضیلت رو محکم و مستدل و با مدرک بشنوید خیلی بهتره از اینکه فردا روزی از دهن یک وهابی ضد دین بشنوید که دیگه اون کامل این فضیلت رو براتون نقل نمیکنه فقط میگه دیدی همه حرفهایی که در مورد امام رضا بهت گفته بودن دروغ بود و همه ی تصورات و اعتقادات شما رو نسبت به امام رضا از بین ببره اعتقادات آدم مثل ساختمون میمونه اگر یکی از این ستون ها درست بنا نشده باشه مثلا فضائل اهل بیت علیهم السلام اگه فردا روزی این ستون فرو بریزه کل ساختمون خراب میشه برای همینه که ما میبینیم فلان رفیقمون که تا دیروز تو هیئت و مسجد بود یهو ضد دین و بی خدا شده ممنون که تا اینجا با ما همراه هم بودید یه کامنت یا امام رضا برامون بذارید و اگه تازه وارد کانال شدید حتما کانال رو سابسکرایب کنید زنگوله بغلش بزنید و جمله آخر یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد میگردد یا علی مدد